بازخوانی مرور بر تاریخ. درود و آرزوی بهروزی به شما خوبان نخبگان، هارون مجیدی هستم و شما را به برنامه بازخوانی خوش آمد میگویم. 12 سال پیش از امروز دو چهره تابناک روزگاران مبارزه و مقاومت افغانستان و از کادرهای دوره نظامسازی در سلسله ترورهای زنجیره‌ای جان باختند. جنرال داوود داوود و جنرال شاه‌جهان نوری که از جوانی به سنگر مبارزه رفته بودند تا واپسین رمق خدمت برای مردم را دریغ نکردند. ما در چندین نوبت از برنامه بازخوانی از کارنامه شهدای هفتم جوزا یاد بود میکنیم. در سومین و آخرین بخش از ویژه برنامه بازخوانی برای یاد بود از شهدای هفتم جوزا با حضرت شاه فرخاری دیپلمات پیشین وزارت خارجه افغانستان و از دوستان نزدیک جنرال داوود داوود صحبت کرده ایم. حضرت شاه فرخاری سالهای درازی با عنوان معاون سخنگوی وزارت خارجه، معاون سفارت افغانستان در ناروی و سویدن کار کرده است. دعوت میکنم این بخش از برنامه بازخوانی را دنبال کنید. میخواستم که در آغاز از شما پرسان بکنم که شما چه زمانی با شهید جنرال داوود داوود آشنا شدین و در اولین آشناییتان جنرال داوود چگونه یک شخصیت یافتین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام بر شما مجدی صاحب گرامی و شنوندگان برنامه وزینتان، در آغاز درود میفرستم بر روان پاک شهدای راه آزادی، شهدای جهاد و مقاومت مردم افغانستان، شهدای قهرمان نیروهای امنیتی افغانستان، بویجه شهدای هفتم جوزا، شهید جنرال محمد داوود داوود و شهید شاه‌جهان نوری و همراهانشان درود بفرستم و به خانواده‌های دردمندشان و به همسنگران عزیزشان و به مردم با شرف و با عزت آزاده افغانستان 12 سالگرد شهادتشان را تسلیت بگویم. ما و جنرال داوود شهید از یک منطقه هستیم، از منطقه تگاوچپ ولسوالی فرخار. مکتب ابتدایرم در لیسه سید عبدالرحمن خانقایی شهید خواندیم، اما با توجه به اینکه جنرال سیبی شهید چند سال از ما جوانتر بودن، هم دوره و هم کلاسی یا هم صنفیشان نبودیم. با آغاز جهاد مردم افغانستان بر علیه تجاوز ارتش اتحاد جماهیر شوروی و بسته شدن مدارس و مکاتب، ما و جمعی از همقطارانمان با تشویق یک تن از فرماندهان نامدار وقت ولسوالی فرخار به نام میر عبدالله خان به دیار مهاجرت رفتیم و به تعلیمات تحصیلاتمان را در اوجا ادامه دادیم. در این جریان سالها تماسی با جنرال سپ نداشتیم، اونا را هم چون دوران کودکی و نوجوانیشان بود. برای نخستین بار در تابستان سال 1367 خورشیدی که ولایت تخارم آزاد بود، ما و جمعی از همقطاران و همصنفی‌های ما تصمیم گرفتیم که سفری داشته باشیم به ولایت تخار به هدف بازدید از خانواده‌ها و همچنان مجاهدین و منطقه، و خاصتاً که علاقه زیادی به دیدار و ملاقات عامر صهیب شهید قهرمان ملی کشور داشتیم. به ولایت تخار سفر کردیم که خوشبختانه در آغازین روزهای رسیدنمان به منطقه در ولسوالی ورسج در منطقه خانقا به دیدار قهرمان ملی کشور عامر صهیب شهیدم مشرف شدیم و شرف حضورشان را کمایی کردیم. در ادامه همین سفر بود که
در مرکز ولایت تخار برای نخستین بار ما و هم قطارا و دوستایمان جنرال داوود داوود شهید را دیدیم و ملاقات کردیم. هرچند او دوران بسیار جوان بودند ولی برخوردشان، ادبشان، صحبت کردنهایشان و شیوهی که با ما به اصلاح میمانداری کردن ما و همقطارای ما را از امو زمان تحت تأثیر اخلاق و برخوردشان قرار دادن که محبتشان از امو زمان در قلب ما جا گرفت. ما دوباره به درس و تعلیم ما بازگشت کردیم و سالیان دیگری تماسی مستقیم با جنرال سیبی شهید نداشتیم و اونجا ماند. برای دومین بار جنرال شهید ما در سفری که پس از سقوط رژیم طالبا و آغاز دوره انتقالی بود در ترکیب هیئت ریاست جمهوری آقای کرزی به عربستان سعودی آمدن و ما در اوجه کارمند جنرال کنسولگری افغانستان بودم. در او وقت در این سفر برای دومین بار ما جنرال شهید را در شهر جده عربستان سعودی ملاقات کردم و متوجه شدم که جنرال داوود شهید اون نوجوانی نیست که سالها قبل اون را ما در شهر طالقان ملاقات کرده بودم. حالا داناتر، زیباتر، باوقارتر و به مراتب استوارتر از گذشته است. و باری سومم جنرال سیبی شهید ما در عربستان سعودی که یک سال بعد از او سفرشان جهت ادای مراسم حج فرضی با جمعی از دوستا و همکارانشان و اعضای پارلمان و اراکین دولتی آمده بودن در اونجا ملاقات کردم و نظر به تقاضای خودشان که حال شناخت منم بیشتر شده بود، دوستی منم زیادتر شده بود، از یک دیگه شناخت زیاد پیدا کرده بودیم، به اساس تقاضای خودشان و هدایت رهبری جنرال کنسولگری افغانستان مده ای سفر همراه جنرال سیب بودم و در خدمت اونا و در خدمت دیگه دوستایی که در سفر بودن در اونجا بودم. دیگه ما شناختم به مرور زمان با جنرال سیب شهید در سالهای دوره جمهوریت زیاد شد و آغازی شناختمانم با سفر معنویت و با سفری بود که جنرال سیب شهید به عربستان سعودی داشتند. بعدا در کابل که بودیم در نشستهاشان، در دعوتهاشان و در صحبتهایشان، ملاقاتهایشان در سفرهای مختلف به ولایات و مناطق مختلف افغانستان لطف میکردن و مرا همراهشان میبردن. دیگه در او سفرها از اوشان زیاد آموختیم و خاطرات زیادی از سفر عربستان سعودی دارم که در اونجا واقعا ما به تقوا و پرهیزگاری و به معنویت و به اخلاصی که با عمر سب داشتن در این سفر حتی حج به اصلاح بدل برای عمر سب یک حج عمری بدل کردن، اونجا حج بدل میگن که واسه کسی حج میکنی و همیشه با عمر سب دعا میکردن و همیشه یاد عمر سب میکردن، از آرمان های عمر سب میگفتن. دیگه ما اگر باز وقت فرصت بده در این سفر در عربستان سعودی دار بودن خاطرات بسیار خوبی دارم که بعد معنوی و بعد به اصلاح تقوا و پرهیزگاری جنرال سیبی شهید را و علاقمندیشان را به ادبیات، به شعرا و دانشمندای ساحه سرزمین تاریخی من که در اونجا از اشعاری از اونا میخواندن، از نعتی هایی که استاد خلیلی و دیگه شعرهای بزرگ گفته بودن میگفتن. دیگه اگر وقت بوده باشه حالا یا در ادامه برنامه اگر باز شما خواستین از خاطراتی که در عربستان بسیار خاطرات خوبی داشتم براتون میگم. حتما در لابلای صحبت ها و خاطرات درخشان هم میداشته باشیم، ولی چون آرام آرام تبدیل شدن به یکی از دوستای نزدیک جنرال صاحب شهید و پیوسته،
امراشون دیدار می داشتن و صحبت می کردن. حتما در این لابلا از آغاز مبارزشان هم بر شما چیزهای می گفتن. به خاطرتان میه که چی می گفتن اونها، چه زمانی به سنگر مبارزه رفته بودن و چه کارهایی را انجام داده بودن در سنگر مبارزه؟ قسمی که پیشتر گفتیم اونا در افغانستان ماندن و درس تعلیمشان را در اونجا ادامه دادن و قدمهای نخستین مبارزاتی و جهادشان را در کنار یکی از فرماندهان نامدار و مشهور و دانای تخارستان زمین دکتر سیب سعید حسین آغاز کردن. دکتر سیب سعید حسین هم یکی از چهره های ماندگار جهاد و جهاد مردم افغانستان است که از جوانان نهضت اسلامی افغانستان و بعدا از مؤسسین شورای نظار جمعیت اسلامی افغانستان بودند و مدت هم مسئولیت ریاست سیاسی شورای نظار و نمایندگی شورای نظار عامر صبر در پاکستان به عهده داشتند. آدم دانشمند و سخنران و کتابخان و مکتبی بودند. همیشه در سفرشان قسمی که جنرال صبر میگفتند کتاب داشتن همراهشان، مطالعه میکردند. هر باری که ما از تنگی فرخار و اونجا میگذشتیم یادی از او دوره ها میکردند جنرال صبر، از شهادت از اونها و از اسارت خودشان و دیگه هم سنگرها میگفتند جنرال صبر. بعد از اینکه بعد از دکتر سیب سعید حسین در حادثه تنگی فرخار به شهادت میرسه، جنرال سیب شهید دیگه به صف نزدیکان عامر سیب میپیوندن و بعد از گذشتی در دفتر خود عامر سیب به عنوان سکرتر عامر سیب میباشند و من حیث یکی از نخبه‌ترین جوانها در میان همرزمان جوان عامر سیب شهید اونا روز به روز تبارز میکنن و به شهرت میرسن. با پیروزی جهاد با عامر سیب شهید به کابل میرون و سالیان سخت و پرمشقت کابل را که همیشه از اونم یاد میکردن در کنار عامر سیب میمانن و با گذشت زمان به یکی از مطمئنترین یاران جوان عامر سیب تبدیل میشون. پس از اشغال کابل توسط گروه طالبان به شمال کشور میروند و مدتی در جبل سراج اونجا با عامر سیب در دفترشان در اونجا بودن. بعد به ولایت های تخار و بدخشان و قندوز و بغلان و مناطق دیگر کشور میروند که در سنگرهای مقاومت در اونجا حضور گرم و تاثیرگذار دارند. عامر سیب شهید با توان و خود عامر سیب شهید خود در شناسایی شخصیت ها و در ابعادی که اونا میتونستن کارا باشند توانایی عجیبی داشتند. با دیدن توانایی های رزمی و مردمداری جنرال سیب شهید اونا را فرماندهی کل نیروهای مقاومت مستقر در تخار گماشتند که جنرال سیب شهید گاهی با اشاره و مشکلات او زمان که در آغاز مثلا چون سنشان پایین بوده بعضی از فرمانده ها طبعا یک احساس دیگری میکردند، ولی با توانایا و با کارکردها و تلاشهای خود جنرال سیب و حمایت جبهه و عامر سیب اونا بزودی میتونن که به اصطلاح جایگاه خودشان را تثبیت بکنن. که جنرال سیب شهید میگفت که یک روز عامر سیب شهید مرا خواست و در اوج مشکلات و جنگ و چیزا باز برم نصیحت هایی کرد و گفت برم که با بسیار مهربانی جان برادر گفت مبارزه مشکلات خود داره، سختی هاست که انسان را پخته می سازه. باز توصیه کرده جنرال سیب شهید به داشتن تقوا و پرهیزگاری و همچنان هدف اصلی مبارزه ایشان را جنرال سیب گفت که برای ما گفتن که آزادی افغانستان، رضای خداوند آزادی افغانستان و رفاه و آرامش مردم کشورمان است. و برم گفتن که در جریان مبارزه تلاش بکن که با صابر بوده باشی، گذشت داشته باشی، هیچ وقت در فکر حذف فیزیکی رقیبات نباش که بسیار زیانبار است. و برام گفت مثالایی رم در ای باره داد و برام آخرین توصیه عامر سیبم گفت یک کتاب رم در او دوران برام آورد و داد. و آخرین توصیه عامر سیبم برام ای بود که در رقابت ها و زدوبند های کوچک و ساده خودم مصروف نکن،
در جریان نبرد دیگه گفت اگر خودت در رقابت های کوچک و چیزا مصروف بکنی همه تو خرد میمانی و بزرگ نمیشوی، بنان کاری بکو که بتانی به اصلاح به این سو بینان یک شخصیت ماندگار و توانا مؤثر برای مردم و برای آینده افغانستان باشی. پس در جریان نبردهای تخارم جنرال سپه شهید خلاقیت های عجیبی از خودش نشان داد و پختگی و درایت یک نظامی کارکشتر با عامر سپه با دیگه هم سنگراش به نمایش گذاشت، چی در زمان حیات عامر سپه و چی بعد از شهادتشان. جنرال سپه شهید در شکست تروریست ها برای همه ما شما معلوم است که در شمال شرق افغانستان خواست در ولایت های تخار و قندوز و بغلان نقش اساسی داشت و همی کارا بود که از جنرال سپه یک چهره مهم و تاثیرگذار در منطقه ساخته بود. بله، قسمی که در لا بلای صحبت های شما هم آمد، جنرال سپه شهید آرام آرام تبدیل شد به یکی از چهره های نزدیک و مورد اعتماد قهرمان ملی افغانستان و در برهه های مشخصی از تاریخ مسئولیت های رم که از جانب قهرمان ملی به عهده گرفته بود تانست که به درستی انجام بده و مورد تایید قهرمان ملی قرار بگیره. او در تنها مذاکره رو در روی که قهرمان ملی افغانستان با گروه طالبان داشت به سال 1375 خورشیدی، جنرال داوود از معدود کسان از همکاران جمع همکاران احمد شاه مسعود بود که همراهش حضور داشت. گاهی راجع به این مذاکره هم همراه شما صحبت میکرد و میگفت که چی چیزی میان قهرمان ملی افغانستان و گروه طالبان گذشته بود. بله مجید صاحب گرامی، هر وقتی که صحبت از جنگ های تحمیلی دهی افتاد و جنگ در برابر طالب و حزب اسلامی اینجا می شد و کسانی را این جنگ ها را جنگ های داخلی می دانستن و مجاهدین را جنگ طلب می گفتن، جنرال سپه شهید با تاکید بر اینکه جنگ هایی که در اون وقت بود و حضور داشتن و جنگ های تحمیلی بود و سلخایی عامر سپ و از این که عامر سپ از جنگ و از کشتار مردم نفرت داشت و توجه کل توجهش به این بود که افغانستان آرام شود، از هر فرصتی که می بود عامر سپ استفاده میکرد برای خاطر رسیدن به صلح و به خاطر رسیدن به امنیت و رفاه مردم افغانستان. و همیشه جنرال سپ میگفت که او جنگا جنگای تحمیلی بود و از رفتنشان هم به میدان شهر و گفتگو در لابلای همی صحبت ها با شورای رهبری طالبان صحبت میکردن و از اینکه عامر سپ برشان در او دوران جوانی قدر اعتماد کرده بود که در آخرین سنگ جایی که اونجا نشست بوده، البته هم مجاهدین محافظین عامر سپ در هر جایی بودن تا سر خط جبهه دو طرف بود و یک چند نفر هم پیشتر، ولی قراری که جنرال سپ میگفت دومین نفری که در خود نشست حضور داشته با عامر سپ جنرال سپ شهید بوده. از خود نشست اینقدر گپای چیز زیادی نبوده قراری که جنرال سپ میگفتن، فقط امو حالت و طبیعت امو وضعیت امو جارگاهی میگفتن که عامر سپ برای ما چی گفتن، ما پیشم چی بود و در کجا شیشتیم، چه قسم شیشتیم. بعد گفتن که به بهانه وضو گرفتن ما یک بار رم از جایم خیستم می طرف و طرف، خب مسلح از طالبا بسیار زیاد بود ولی آرامش بود، چیزی که ما برداشت کردم گپ و حرکتی نبود در اون فرصت. دیگه از این گپا می گفتن و همیشه وقتی که یاد می کردن بسیار احساس خوشی می کردن که یعنی عامر سپ برای از اونا یعنی نهایت اعتماد یک کس است، اعتماد به وفاداری، اعتماد به هوشیاری، اعتماد به درایت و جرأت و یک چیز یک کس است که او را در آخرین جایی که به اصطلاح خطری بسیار بزرگ است او را میبره. و هم اساس هم بوده که شاعر بزرگ مای شما که مرحوم استاد حیدری وجودی در مرثیه که در شهادت جنرال داوود شهید سروده بود او را یار غار عامر سپه شهید گفت و
داود ای خجسته ترین خجسته ترین خجستگان ای یار غار حضرت مسعود قهرمان ای مظهر شجاعت و اندیشه و خرد ای پاسدار عزت و اکرام مؤمنان. از این چیزا بالاخره از مذاکرات جنرال سه می گفتن که در مذاکرات اون چیزای عمومی مطرح شد که در اون مذاکرات تمام رهبری طالبا حضور داشتن غیر از خود ملا عمر و طالبا. عامر صاحب گفته که ما آمدیم که صحبتهای شما را بشنویم و تا رای حل برای مشکل افغانستان ایجاد بکنیم. مردم سال میخواه جنگ و دربدری تا کجا نتیجه نمیده و برادر کشی. باز طالبا رهبری طالبا پیشنهادشان همی بوده که تطبیق شریعت اسلامی، عدم حضور کمونیست‌ها در نظام، خلسلای عمومی و جنگ با ملیشه ها و جنرال دوستوم، این چیزها را مطرح کردن. بعد از اون میگه عامر صاحب فی مشکلاتی که در افغانستان ایجاد شده، گفتن که تطبیق شریعت، آرامش افغانستان و تامین عدالت و حفظ استقلال کشور و خلسلها و پایان دادن به بی‌نظمی ها و نظامیگری ها از آرزوهای اصلی ما و همکاران و همسنگران ما در طول سالیان جهاد و مبارزه بوده و ما به این تعهد ما هستیم، استوار هستیم. باز عامر صاحب پیشنهاد میکنند که علمای دینی از تمام افغانستان، از سر تا سر افغانستان، از قومیت ها، از بخش های مختلف افغانستان جمع شوند روی نوعیت نظام اسلامی که هر دوی ما نظام اسلامی میگیم و آینده افغانستان صحبت شوند که به چین اون نظام علمای افغانستان به توافق میرسند، هر دو طرف به فیصله اونا تمکین بکنند تا به یاری پروردگار ما شاهد صلح و ثبات و پایان جنگ و بی‌نظمی در کشور باشیم. باز به همی اساس میگه توافق دعا شد و بالاخره طالبا به تعهداتشان وفادار نماندن. پس دوباره در اثر مداخلات بیگانه ها و بالاخره دوباره جنگ را آغاز کردن و متاسفانه که از اون فرصت هم استفاده نکردن. دیگه ایتو گپایی که جنرال سه عموماً چند جایی که میگفت همین موضوع همین نکات بوده. بسیار خوب جناب فرخاری صاحب، نگاه و شناخت خود جنرال صاحب داود شهید از گروه طالبان چی بود و مقاومت در برابر این گروه را در وقت در زمان مقاومت هم حضور داشتن و مسئولیت جبهات را هم در برابر مقاومت در برابر این گروه به عهده داشتن چی بود؟ چی میگفتن وقتی همراه شما صحبت میکردن؟ چی شناختی از گروه طالبان را میکردن؟ جنرال شهید در مجموع با تمام گروه های تندرو و خشونت پیشه و تروریست به اصلاح چیز خوب نداشتن و اونا را بدنام کننده اسلام، اسلام واقعی و مسلمانان می دانستن و اینا را به اصلاح نوکرای بیگانه می دانستن که در لباس اسلام آمدن تا اسلام واقعی و مسلمانان را بدنام بکنن و ضرر اندیشه های گروه های تروریست و طالبای تروریست را و همفکرانشان را همیشه می گفتن به اسلام و مسلمان ها بزرگتر از چیز، از هر چیز و بزرگتر از هر دشمنی است و غیر قابل تصور است. اونا به این باور بودن که اینها آمدن که واقعا چیره واقعی اسلام را که صلح است، نام اسلام از صلح گرفته شده، از سلام و از آرامش گرفته شده، این را به یک چیز به اصلاح خشین به جهان عرضه بکنن و خود طالب ها را که یک گروه جاهل و نادان و به اصلاح از طرف سازمان های استخباراتی منطقه می دانستن به می اساس چی در دوران مقاومت که اونو یکی از سرداران مقاومت بودن در پلوی قهرمان ملی و چی در دوران حکومت همیشه در برابر طالبا و تروریستا به شکل قاطع استاد بودن و همیشه یک حالتی داشتن که در منطقه و در ولایت هم که می رفتن مردم را همیشه به یک نحوی می خواستن که بسیج باشه، مردم آماده بوده باشه و اونا همیشه ای ترس را داشتن که افغانستان به این حالت نمیمانه و خواهی نخواهی
به مشکلات مواجه می شود که ما باید عقبه هامان و سنگر هامان همیشه محفوظ باشه و مردم ما آماده بوده باشه به مقابله و به مبارزه. به می اساس مثل دیگر رهبرای که از پایگاه های جبهه مقاومت آمده بودن، مثل اکثریتی از اونها جنرال داود رابطهشان را با مردمش، با فرمانده های گذشته، با سرگروپا، با متنفذین قطع نمی کرد و در هر جایی که می رفت بر علاوه که قطع نمی کرد، یک ارتباط بسیار تنگاتنگ با اونا ایجاد می کرد. با همه سرگروپ ها، با همه قماندان ها، خاص در ولایات شمال و شمال شرق، چی که در ولایات دیگر هم ارتباط داشت، به استفاده از موجودیتشان در معینیت مبارزه با مواد مخدر، با فرمانده ها، با شخصیت های صاحب نفوذ و با شخصیت هایی که اونا می فهمیدن اینا توانایی بسیج توده ها را دارن، در سر تا سر کشور اینا تماس داشتن. من خودم شاهد بودم که جنرال سپه شهید عادتشانی بود که با هر کس تلاش میکرد که با زبان خودش صحبت بکنه. با بعضی دوستای ازبک های ما با ازبکی صحبت میکرد و با کم و بیش و با برادرای پشتون به پشتو صحبت میکرد. یک استعداد خوبی هم داشت. با همی جنرال رازق هچکسای خداوند ببخشش، چند بار من دیدم که با او صحبت میکرد و پشتو باز که زنگ میزد میگفت از این طرف که خاوری داود در سر خبری کوی. دیگه به این اساس همیشه یک نوع حراسی داشت و تلاش میکرد که مردم ها آماده باشن به روز مبادا و روز مقابله. به همین اساس خودش به سنگرهای مبارزه میرفت و بر علیه گروه های دهشتگر تا آخرین لحظه را مقابله کرد و بالاخره در همین راه جانش را فدا کرد. از لا بلای صحبت های شما دریافته میشه جناب فرخاری صاحب که جنرال صاحب داود شهید با قهرمان ملی افغانستان یک پیوند عاطفی عمیقی داشتن. پس از شهادت قهرمان ملی افغانستان و در سالهایی که شما فرصت میشد و دیدارهای بین هم می داشتین، چگونه دریافتین جنرال صاحب داود پس از شهادت قهرمان ملی افغانستان این پیوند عاطفی را چگونه با قهرمان ملی حفظ کرده بود؟ راجع به قهرمان ملی وقتی همراه شما صحبت میکرد چی میگفت؟ راجع به میراثش چی میگفت؟ راجع به شخصیت و چیزایی را که تانسته بود از زندگی قهرمان ملی یاد بگیره چی بود؟ همراه شما وقتی صحبت میکرد چی میگفت؟ از شهامت عامر صاحب، از اینکه یک نبوغ نظامی داشتند، از فرماندهیشان، از بسیج توده ها، از این گپا خود دوستای ما همیشه میگن. و جنرال سپه شهید زیادتر به بعد معنوی عامر صاحب زیاد علاقه مند بود. او همیشه از تقوای عامر صاحب صحبت میکرد، از پاکی عامر صاحب صحبت میکرد، از پاکی در امور مالی، از پاکی در همه موضوعات، از روابطشان با مردم، از احترامشان به علما، از احترامشان به موی سفیده و بزرگا، به فرمانده ها، از ترحمشان به زیر دستا، از احترامشان به محافظین و مجاهدین. زمانی که مجاهدین شهید می شد از خستگی و از به اسلام ملالت و غمگینی عامر صاحب و بالاخره از شرایط بالای مردم افغانستان آمد، از این صحبت میکردن، از آرمانهای عامر صاحب میگفتن. وقتی که ما به طرف تخار و بدخشان و قندوز و پنجشیر و هر جایی میرفتیم، در هر جای خاطری داشتن. میگفت عامر صاحب بسیار برنامه های بزرگی داشت به مردم، بسیار آرمانهای بزرگی داشت. دیگه از این چیزا صحبت میکردن زیاد. دیگه ما به قریه قریه، منطقه منطقه، ولسوالی ولسوالی، کابل و شمالی و پنشیر و بغلان و قندوز و تخار که من امرایشان رفتم، خاطرات از قهرمان ملی داشتن. در هر جایی که می رفتن می گفتن عامر صاحب ده اینجا ای تو کرد. یک روز از قندوز از بغلان تیر می شدیم، یک تپه را اونجا نشان دادن که ده اینجا بودیم. در تپه عامر صاحب آبی ده دستشان بود، وضو میکردن که تیارا از اون طرف چی شد، هرک پرواز کرد، صدا زد عامر صاحب که پرود بکنین که بمبارد میکنه همیشه. یک پایشان ششته بود، گفت پای دیگهشان ناششته بود، خود در خندق انداختیم بم دم با دم بالای ما اون طرف. و اون طرف باز یک هلیکوپتر هم که از ما بود، گفت هلیکوپتر زدن. گفتم جنگایی که چی بود دیگه. از هر جای خاطرات از عامر صاحب داشتن.
تا آخرین لحظه با آرمانهاشان، به ارزش هایی که با امیر سیب تعهد کرده بودن و آموخته بودن با او وفادار بودن. هر دو هفته یگانه فرماندهی بود که به نظر من که من نزدیک بودم تلاش میکرد که هر هفته یا دو هفته، اگر بسیار مصروف می بود 3 هفته یک بار به زیارتگاه آمیر سیب می رفتن و می گفتن اینجا من می آیم که یک بار به اصطلاح تجدید تعهد بکنم و می آیم که اینجا فراموش نکنم آمیر سیب. روزی در بالای مرقد آمیر سیب شهید قهرمان ملی همه تو بسیار غمگین استاد بودن و طرف ما و دیگه دوستا گفتن که آمیر سیب چه انسان بزرگی بود. میگه حتی میگفت که حتی از زیارتگاه آمیر سیب انسان در نهادش حس فداکاری و خدمتگذاری در انسان تداعی میشه. وقتی که اینجا میگفت من یک بار دیگه تغییر میاد در وجودم، من از کارهایی که نمیتونیم خجالت میکشم. میگو با آمیر سیب باز میگفت که دمو روز برمان گفت که واقعا انسانهای بزرگ مرگ و زندگی بزرگ دارن. باز گفت زیباتر از این چی بوده میتونه که حتی بعد از مرگ میلیون ها انسان بیریا بدونی کدام چیزی برات گریان بکنن و عشق بریزن. و میگفت که زندگی و مرگ آمیر سیب عجیب بود. و در اخیر باز گفت که زندگی کردن مثل آمیر سیب بسیار سخت است، ولی از خدا میخوام که مرگ مثل مرگ آمیر سیب باشه حداقل. هر بار که ما میرفتیم طرف پنشیر، داود خان ای تو به قسم احساس میشد که میره به خاطر تعهد، کوشش میکرد که نماز را به رسم وفاداری در مسجد کلوب جبل سراج که یک مدت با آمیر سیب در اونجا بود از جا خاطره داشت ادا بکنه، که از قضا امام هم مسجد هم یک ملای فرخاری بود. حتی اینقدر با آمیر سیب احترام داشت که زمانی که به زیارت خود آمیر سیب می رفتیم در بازگشت اکثرا یک قبرستان اونجا بود، به زیارت قبر آمیر سیب مادر آمیر سیب می رفت و می گفت که خداوند غریق رحمت کن آمیر سیب. هر وقت که اینجا می آیم می گفت آمیر سیب اینجا پایین می شد و می رفتن بالای قبر مادرشان دعا می کردن. حالا باز می رفت که من هم بالای قبر مادر آمیر سیب که مادرم است دعا بکنم. دیگه در مدینه منوره که قسم پیشتر من گفتم، اونجا من دیدم که محبت جنرال سیب شهید با آمیر سیب چگونه است. یک روز برام گفت که در این شهر یکی از دوستای خدا به نام شیخ احمد است که با آمیر سیب زیاد محبت و ارادت داشت و آمیر سیب هم برای از اونا ارادت داشت و همیشه میگفت آمیر سیب که به حج یک بار بیا این کتاب از نزدیک ببینیم. تا سالهای سال رو در اونجا عبادت کردن. باز گفت که میره امکانش بوده باشه که سلام آمیر سیب، احترام آمیر سیب به این دوست خداییشان برسانم. و باز یک کسی دیگه هم به نام شیخ نصرت الله بود. رفتیم که شیخ احمد از مریض از زیاد از صحبت باز مانده و امو سال باز وفات کرد و شیخ نصرت الله را دیدیم. دیگه همیشه دیگه چیزای از آمیر سیب بود و صحبتشان و از تقوای آمیر سیب بود، از پرهیزگاری آمیر سیب بود و حتی می گفتند که مصارف آمیر سیب که بود جدا از بودجه چی بود، از بودجه به اصطلاح جبهه بود، کمک هایی که بعضی شخصی دوستا برشان می کرد از اونجا. رابطه جنرال صاحب شهید با مردم چگونه بود؟ چطور او آرام آرام تبدیل شد به یکی از چهره‌های بسیار با نفوذ در ولایت شمال شرق افغانستان؟ شما که از دوستای نزدیکش بودین، از برخورد جنرال صاحب با مردم چی خاطراتی دارین؟ چی چشم دیدهایی دارین؟ جنرال صاحب شخصیت چند بعدی بود. گفتم او ای شخصیتشان پختگیشان در بودن با آمیر سیب و در سنگرهای جهاد و در پلوی بزرگای جهاد آموخته بودن. آمیر سیب در عرصه جنرال شهید در عرصه امنیتی یکی از فرماندهان با تدبیر و جنرال نظامی با تجربه بود.
که کارها و کارکردهایشان چی در دوران در دوران جهاد، چی در دوران مقاومت و بالاخره در دوران جمهوریت به همگی هویدا هستند. همیشه خودشان در صحنه و در سنگر و در چیز اول بودن و همیشه گپ جنرال سیب شهید ای بود که فرمانده و قماندانی که خودش در صف جبهه نبوده باشه در کنار همسنگراش و هیچ وقت نمیتونه که اعتماد ایجاد بکنه و هیچ وقت نمیتونه که به پیروزی برسه. درد همسنگراش، درد مجاهدینش، حتی در ای آخرا که باز در نظام بود، از مشکلات هر یکی از پرسونلش آگاهی داشت، به شیوه‌های مختلف به هر کدامشان به حد توان رسیدگی میکرد. در عرصه سیاسی نیز یک شخصیت توانا و با درایت تبدیل شده بود، در داخل توان بسیج توده ها را داشت و اگر زنده می بودن، حالا یکی از شخصیت های محوری مبدل شده بودند، چنانچه بعضی از دوستا و همکاران و از نیروهای امنیتی میگن که زمانی که نیروهای امنیتی از ولایت تخار و قندوز و بغلان و بدخشان عقب نشینی کرد به ورسج و فرخار، همیشان میگفتن که کجاست جنرال داوود که رهبری را بگیره. در عرصه خارجی به فن مذاکره، ایجاد روابط، ما که در صحبتاشان در ملاقات با خارجی ها مرا میبرد میششتم، اقناع جانب مقابل و تعامل با دیگران بسیار بلد شده بود. در دورانی که در وزارت خارجه بود و دهها و صدها نشست ها اشتراک کرده بود، از اوجا مخته بود. در بعد معنوی خود بیشتر گفتیم که یکی از پاکترین و پرهیزگارترین چهره های مطرح جهاد مقاومت و حکومتداری بود و تا آخر عمرش هم با حفظ ارزش های دینی و متعهدات دینیش باقی ماند. برای زندگی های دیگرشان که بود، از جنرال سیب شهید ابتکارات مثبت بود، قاطعیتشان بود، اعتماد بسیار بزرگ به نفس، اعتماد به نفس داشتن، آدمی با برنامه بودن، هدفمند بودن، از بسیار چیزهای خرد استفاده بزرگ میکردن و هیچ وقت از هیچ مشکلی شانه خالی نمیکردن، نمیگفتن که کار مربوط من نیست. و چنانچه که من شاهد بودیم در حادثه سقوط هواپیمای مسافربری کامیار، اولین از جمله اولین کسایی بود که خودش به اجساد شهدا رساند با همکاراش، با پرسنل پلیس، در حالی که مسئول مبارزه با مواد مخدر بود، در جامعه ولی اموال و اجساد شهدا تلاش کرد. که خود من یک روز شاهد بودم که یک برنامه ای را گرفت و از پلیسایی که در اوج همکاری کرده بودند تقدیر مادی و معنوی کرد و امانتداری اموال شهدا را جمع کرده بودند. همچنان که بیشتر گفتیم، جنرال شهید هیچ وقت و در هیچ زمانی به همسنگرا و مردمش پشت نکرد. در غم و شادی مردم شریک بود، دفتر و خانه و چیزش بر روخ مردم همیشه باز بود. از مناسبت های مختلف، از ماه مبارک رمضان، عیاد، نوروز، میلاد النبی استفاده میکرد که با مردم ارتباط ایجاد بکنه. دیگه همیشه سفرهای ازی بود که ارتباطش را با مردم داشته باشه. هیچ وقت اتو کاری نکرد مثل بعضی از بزرگای دیگه وارده که بین خودش و مردم یک فاصله و یک پرده ایجاد بکنه و گالا خلاص شدن. نی. همیشه با مردم بود و می گفت که از همین مردم هستیم و با همین مردم باید بده باشیم. دیگه من در سفرهایش که می رفتم باز در بازگشت از من پرسان می کرد که چون مردم به من صریحا نمیگن برداشتتان چی بود. ما یک سفری نمی فهمم که وقت ما چقدر سفری بس به چهار ولایت شمال داشتیم که یک روزش در تخار بود و تخار یک روزش هم در فرخار و ورسج رفتیم. بالاخره به قندوز و بغلان و اینجا ختم شد. در هر جایی که می رفتیم هزارها نفر این دی ولایات کار کرده بودن، هزارها گفتن و صدها نفر می آمدن صف می کشیدن. دیگه با همه ایشان با دیدی باز، با پشانی باز صحبت می کرد، مشکلاتشان را گوش می کرد، با فرمانده های سابقه، با مجاهدین، با علما، با روشن فکرا، با شعرا و ادیبا، با همه، با ورزشکارا، با خبرنگارا، با همه از اینها یک حوصله عجیبی داشت که خواب بسیار کمتر داشت. با همه ایشان بسیار با صبر و حوصله برخورد میکرد، مشکلاتشان را میشنید، تا اون که در حد توان به مشکلاتشان رسیدگی میکرد.
یک روز از سفر تخار که بازگشت کردیم، باز برای ما گفتن که آقای فرخاری مردم چی میگفتن. باز ما رو میبردن به امیرساز. باز ما یک موضوع شخصیشان بود که اونجا رو نمیتونم. باز برشان گفتم که جنرال صاحب، نمیشه که می کارایی که از دستتان پوره نمیشه، یا سخت است برای مردم وعده نتین. باز گفتن اینه چی میخوای بگویی؟ ما گفتم در این سفر ما در بعضی جای ها شنیدم که مردم میگوین شما رو متهم گویا به خدا نخواسته به وعده خلافی میکنن، میگن چیزایی رو وعده میکنن باز انجامش رو دادن نمیتونن. به طور مثال یک مسجد در مرکز فرخار بود که او را تعداب گذاری کرده بودن، امور گفتن ناتکمیل مانده. باز جنرال صاحب طرفم گفت که آقای فرخاری، ما یک عادت دارم، گفت که در برابر تقاضای هیچ کسی جواب منفی داده نمیتانم، نگفته نمیتانم و هر کسی که بوده باشه. اون چیزی که از دستم پوره شد انجام میتم و اون چیزی که از دستم پوره نشد از یادم نمیره و در فکر انجامش هستم. هر وقتی که تواناییم چی شد برشان انجام میتم. باز او گفت که ما در زمانی که در قلی اردو بودم اینجا امکانات بسیار زیاد داشتم، به خماندان ها، سرگروپ ها، علما، به هر کس ما او وقت میدادم و کمک میکردم. حالا او امکانات را ندارم و تقاضا اینا به مثل سابقه است، ولی در کارهای خیر خداوند کمک میکنه. باز مسجد ابو حنیفه تخار برام مثال داد که اینه میره اهل خیر جور کرد، او را جور میکنه در کارهای خیر، امرای آدم خدا کمک میکنه. باز خنده کردم گفتم از اون پولایی که در او زمان بود یک چیزی را پسنداز نکردیم که حالی به درد میخورد. باز گفت که آقای فرخاری، همی پیسه یک چیزی بسیار خراب است. روزی اول شیطان آدم را بیرا میکنه که ایره بگذار و خود جبهه، خیر از به حساب جبهه باشه. بعد از چند روز گفت او میگی که بیا سرمایه گذاری کنیم که فایدهش به جبهه شوه. بعد از او گفت آخر بیا زنده هستی یا نیستی؟ اگر وفات کردی خب مال سرمایه اولادت میشه و تو در آخر جواب گوی هستی. اگر زنده بودی نفسم باز به اصلاح طغیان میکنه، گاهی میشه که از خودت میشه، شیرین میشه. بنان خوب شد که در دورانش آمدم و به مردم دادم. دیگه با مردم، با موی سفیدا، با بزرگا همیشه در تماس بود. بعد از شهادتشان که من به تخار رفتم و ناامنی ها در تخار زیاد شده بود، یکی از متنفذین تخار پرسان کردم که چرا چنین شده. او رم خدا ببخش حالی وفات کرد. طرفم بسیار با حسرت گفت که آقای فرخاری گفت 90% تخار دوستش می داشت جنراله و به صحبت به فرمانش و به خواهشاتش عمل می کردن. امنیت بود. 10% که دوستش نداشت می ترسیدن. به این اساس تا زمانی که زنده بود اینجا آرامی بود. بلاخره آنی که رفته نارام شده. ما در امو سفر به قریه های فرخار اونجا رفتیم که مشکلات و به اصلاح اختلافات بین مردم بود و رو حل می کردن. عادت جنرال سیبی شهید عجیب بود. پیش از رفتن می گفت که یادداشت بگیرین که کجا وفات شده، کسایی که وفات شده، کسایی که عروسی کرده. باز به جایی که به اصلاح غمدار بودن و تعزیتشان می رفت، خانه به خانه، نمی گفت که خانه غریب است، به غریب ترین خانه را می رفت و کسایی که عروسی کرده بودند به غریب ترین خانه را یک دو پاکت چاکلیت و شیرینی گرفته می رفت. کی چیزایی بود که جنرال سیبی شهید در قلب مردم جای داده بود. یکی از شعرهای به اصلاح دوران چیز جهاد که قاری سیب عبدالمجید نام داشت، او رو رفتیم یک روز به خاطر ملاقاتی از او چند تای دیگه، تقریبا شاید یک ساعت ما او رو پیدا پالیده باشیم نیافتیمش. اما یکی از شاعرای معروفی بود که در دوران جهاد بسیار به کسایی که ظلم میکرد هجو میکرد، قماندان ها از هجو از او بسیار میترسیدن. با امیر سیب بسیار عاشق و علاقه بود، علاقمندی بسیار خاصی داشت. در دوران تجاوز ارتش شوروی یکی از سروداش در فرخار وقت جوانا و نوجوانا او را بسیار به شوق میخواندن که به یادم هم وقت چون ما هم جوان بودیم، بنازم کوه دشت و سرزمینت وادی پنشیر، ببوسم خاک مشک و عنبرینت وادی پنشیر، بنازم غرش امواج دریای خروشانت، بنازم صخره های آهنینت وادی پنشیر. ابی تو دراز و میرا باد میگه هزاران احترام از مردم فرخار تقدیم است به مسعود شریف و نازنین اتوادی پنچیر. ای از نمونه شعری قاری سیب عبدالمجید حقیر از خداوند بخششان
اینی جنرال سیب گفتم هیچ کسی را از دیده به دور نمی داشتن، با جوان ها بسیار ارتباطات خوب برقرار میکردن. دیگه به همی اساس بود که تا آخر محبوب باقی ماندن. به نظر شما شهید جنرال داود داود به چگونه افغانستانی باور داشت؟ چه نگاهی برای ساخته شدن افغانستان داشت؟ به نظر ما جنرال سیب شهید همون دیدگاه عامر سیب شهید را بهترین دیدگاه در ساختن نظام میگفت که یک نظام معتدل اسلامی که هم بتانه با افغانستان، با مردم افغانستان و هم بتانه با جهان سازگار بوده باشه. این همون یک نظام را جنرال سیب شهید افزون به اینکه با حضورش در کنار قهرمان ملی کشور در زمان مقاومت و از داشته ها و توانایی ها و دیدگاه های عامر سیب یاد گرفته بود، پس از تأسیس جمهوریت هم وانه در پست های مهم کار کرد و با حضور در نشست های منطقه‌ای و دولت جهانی شناخت دقیقی از جهان و از سیاست های جهان هم کمایی کرده بود، ولی به حاکمیت نظام سیاسی برخواسته از آرای مردم باور داشت و همیشه میگفت که نظامای استبدادی و نظامایی که برخواسته از اراده مردم افغانستان نبوده باشه او به جایی نمیرسه. او به نظام باور داشت که هماهنگ با ارزش‌های اسلامی معتدل باشه، حقوق اساسی شهروندان کشور را تضمین بکنه و به منشور سازمان ملل و سازمان‌های پذیرفته جهانی باور داشته باشه، و همچنان همیشه تاکید میکرد با برداشتی که داشتی خطرات از این، همیشه میگفت نظام‌ها و ایدئولوژی‌هایی که در تقابل با ارزش‌های دینی و فرهنگی مردم ما باشه او در آخر ناکام است و باعث بی‌ثباتی افغانستان میشوه. دیگه همینطور هم شد. دیگه در نهایت ما هم قسمی گفتم به نمون نظام معتدل اسلامی که با ارزش های حقوق بشری و دموکراسی همخوان بوده باشه، با نمیت یک نظام به اصلاح چی بودن؟ متعهد بودن؟ یکی از ابعاد دیگه زندگی و شخصیت شهید جنرال داود داود توجهش به فرهنگ و فرهنگیان بود. این قسمت شما شخصیت جنرال داود چگونه میبینین و حضوراً چه خاطرات و چه چشم دیدهای از این بود شخصیتشان دارید؟ ما به این باور هستم بخش بزرگی از زندگی شخصیت جنرال سیب داود همی بود معنوی و بود شخصیت عرفانی و همی بودشان بود. به علما، به شعرا، به فرهنگی ها احترام و پیوند بسیار عمیق داشت. قسمی که از قاری سیب عبدالمجید مرحوم حقیر صحبت کردیم که چندین ساعت اونا را می پالیدن و همچنان که ما شما شاهد بودیم که در شهادت هیچ یک از فرمانده ها شعرا و ادبا و نویسندگان خواستن نسل جوان اینقدر ننوشتن و شعر و مرثیه و سرود نگفتن و نخواندن که هر کس به حد خوب توان خودش در مرگ جنرال سیب داود نوشت و شعر گفت و مرثیه خواند و به اصطلاح امو خواستن که حق دوستی جنرال سیب را ادا بسازن. شما شاهد بودیم در چند ماه پیش از شهادتشان سالگرد استاد خلیل الله خلیلی را در مزار شریف در زون شمال اونا چی کردن؟ جشن گرفتن سالگرد وفاتشان را و تقدیر کردن از شعرهای جوانی که در اونجا حضور داشتن و دیگه همیشه گرچه جنرال سیب چی نبودن، شاعر نبودن، ولی به شعر و شعرا و ادبا علاقه عجیبی داشتن. دیگه با اهل تصوف، با شعرا، با ادبا همیشه یک ارتباط چی داشتن، پیوندی بسیار ناگزستنی داشتن. و در امو سفری رم که جنرال سیب شهید به حج رفته بودن کتاب دکتر علی شریعتی را با خود برده بودن در کنار کتاب های ذکر و اذکار او را همیشه می خواندن و سرشان هم بجنباندن و شریعتی درود می فرستادن
باز یک روز در چی بودیم؟ در حرم شریف بودیم که یک شعری از استاد خلیلی را میخواندن، چند مصره از او را باز بند میماندن. همیتون میگفتن یارب به بوسه ای که ابو بکر برنهاد هنگام مرگ، بر رخ خیر البشر همه یارب به هیبتی که فتاده است در جهان، تا حشر از عدالت دور عمر همه یارب، بناله ای که شب رحلت رسول جست از فضای سینه عثمان بدر همه یارب، به حق دشنه شیر خدا علی آن آیت شهامت و فتح و ظفر همه. و اینجا که میرسیدن باز بند میموندن، از سر باز بخواندن. باز آخر طرف ما رو شانه گشتاندن، گفتن آقای فرخاری شعر یاد نداری؟ ما گفتم متاسفانه. باز گفتن شعر از استاد خلیلی است، بسیار خوشم میآید، بسیار علاقه داشتم که را در حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را بخوانم، ولی نوشتم کرده بودم یادم رفته، اگر امکان داشته باشه که شعر پیدا بکنیم. باز ما در دوران خود موبایل های پیشرفته و گپا نبود، بالاخره به خانمم زنگ زدم در جده و اونا خواندن و من شعر رو نوشته کردم. شعر بسیار طولانی و درازی بود، آوردم برشان که دادم. باز در کنار تلاوت قرآن کریم و دعاها و کتاب شریعتی در دوران حج می شعر چی بود استاد خلیلی رم که آهی که نیم شب زند از سینه سر همه، از دارم سپر نماید گذر همه، جریان سیلی خون نبود افتخار مرد، مردان بود که خوش کند یک چشم تر همی. امیر باز تا آخر میخواند. اینجا یک خاطره ای که بیرون از اینم از بحثم شاید بوده باشه که ما وقتی که جنرال صاحب شهید شد و این شعر برای استاد واصف باختری که وقت خانم منیجه باختری سفیری ما بود در ناروی، این را که قصه را کردم باز، اما تاریخچه شعر استاد خلیلی را استاد واصف باختری قصه کردن که استاد خلیل الله خلیلی در زندان بوده در همه ارگ ریاست جمهوری در زیر زمینیش کجایش گفتو. باز شب میلاد پیامبر بوده، این شعر که در ذهنشان آمده نه قلم بوده و نه کاغذ، باز یک زغالی را گرفتن و در دیوار زندان این شعر نوشته کردن، بسیار طولانی بوده. صبح مو خدمتگار زندان میایه که می دیوار استاد خلیلی سیاه کرده، بسیار اعصابش خراب میشه، از خست بوده، از خست یا پکتیا همینجا اعصابش خراب میشه و بخواد پاک کنه. بعد استاد خلیلی میگه که بلیاز خدای کار نکش، شب میلاد پیغمبر است، شعر از یک کاغذ و قلم به ما بیار، من نوشته کنم باز پاکش که. بازی میخواد که پاک کنه، باز میگه که لیاز پیغمبر باز نمیشه. یک دفعه متوجه میشه، باز میگه بلیاز نقیب صاحب، خود دیده بوده که نقیب صاحب زیاد احترام داره. باز یک بار میگه دوستاش بالا میکنه این همه کسی که خدمتگار بوده و پاک نمیکنه. باز خلیلی سیب همیشه میگفته که لیاز خدا را قبول نکردن و لیاز پیغمبر را، باز به لیاز نقیب سیب این شعر باقی ماند که من نوشتیش کردم. این خاطره بود که استاد واصف باختری باز قصه کردن در این باره. بله. از جنرال سیب داود شهید رابطش با نسل جوان که خودش هم از میان مبارزان و مقاومتگران جوان افغانستان بودن، چگونه بود؟ وقتی با جوانها صحبت میکرد، دیدارهای میداشت، شما در لابلای صحبتهایتون گزیدی از او را یاد کردین، چه کارهای جوانها را تشویق میکرد و در کدام راستا از جوانها حمایت میکرد؟ جنرال شهید با وجود مصروفیت های زیادی کاری که داشتن، این را درک میکردن که آینده هر کشور به دست جوانها رقم میخوره و این را میگفتن. و همی اساس در رشد و بالندگی جوان ها همیشه تلاش میکردن. ما شاهد بودم که دفتر و خانه و امکاناتشان همه در حد توان در خدمت جوانان از ولایات مختلف، از قومیت های مختلف کشور بودن. جنرال سیب شهید یک توانایی داشت که این نسل جوان تحصیل کرده را از استادای جوان دانشگاه ها و از نویسنده ها، از خبرنگار ها و جورنالیست ها، از ولایت های مختلف، قومیت های مختلف به اطراف خودش جلب کرده بود، یک دوستی و صمیمیت بسیار عالی را بین خود و بین اتنا ایجاد کرده بود. در دوران مقاومت جنرال شهید از جمله کسانی بوده که برای اولین بار قطعه دانش به مشوره و هدایت هم قطعه دانشجویان و محصلین را تأسیس میکنه که چند صد جوان از ولایات مختلف کشور در اونجا شامل میشوند و درس میخوانن و از جمعی از اونا حتی در همون دوران چند تا از جوانا به بورسی های تحصیلی میرن به کشور چین و دیگه کشورها و او جوانا که در اونجا درس خواندن پسان در حکومت و در جاهای دیگه، در حکومت داری، در جهاد و مقاومت
خاطرات درخشان و فراموش ناشدنی را ثبت تاریخ کردن هر کدامی از اونا. و وقتی که در کابل بودن جنرال سپه شهید همیشه یک مرکز داشتن برای دانشجویا و متعلمینی که از ولایات مختلف کشور جوانای نخبه و جوانای دانایی بودن که مشکلات اقتصادی داشتن، لیلیه و این چیزا برشان دادن شده بود، برشان آماده ساخته بود که با استفاده از این مرکز درس خواندن و تعدادی از اونا در نظام جمهوریت به مقامای عالی و علمی و اکادمیک و تخصصی رسیدن، دیپلمات شدن. با استفاده از هر فرصتی جنرال سپه میدیدیم که جوانا رو تشویق میکرد، مثلا گفت پیشتر هم گفتیم به استفاده از روزای عید، میلاد و نبی، عاشورا و بالاخره ماه مبارک رمضان. خاصتاً در ماه مبارک رمضان که من در برنامهشان بودم، بدها و صدها جوان را دعوت میکردن در ماه مبارک رمضان چند شب، گرچه اقشار مختلف را در روز افطار دعوت میکردن. یک روز علما بود، یک روز به اصلاح استادای دانشگاه بود، یک روز فرمانده ها و موی سفیدا بود و یک چند روزی را باز به محصلین که از دانشگاه مختلف می آمدن. همین که جنرال داود شهید رفته همراهشان می شیشت و نان می خورد و صحبت می کرد و تا دروازه را بدرقیشان می کرد، این خودش انگیزه می داد نسل جوانه. حتی مثلا آموزش زبان برشان کمک می کرد، گرفتن بورسیه های تحصیلی، شمولیتشان در نهادهای دولتی که ما شاهد بودیم که ده ها جوان را جنرال سپه داود شهید در نهادها و وزارتهای مختلف به اصلاح شامل کرده. یکی از خصلت‌های جنرال شهیدی بود که این تو یک چیز را به امروز و فردا نمیگذاشت. وقتی که یک کس میامد تقاضا میکرد، به سکرترش یا به مدامکاراش میگفت که زنگ بزن به فلان. وقتی که زنگ میزد با زنگ نمیشد، دفعتاً دریور میگفت که وقتی اگر مصروف نمیبود حرکت میرفتم اونجا خودم میرسان. و در تداوی مریضای همی جوانا و محصلین کم، حتی در مراسم عروسی، در مراسم عروسی و نامزدی، ما جوانایی را میشناسم که تواناییشان ضعیف بوده، جنرال سپه شهید به حد توان کمک کرد، رفت خواستگاری با کارمندان. مثلا ما در وزارت خارجه بودم، جوان وزارت خارجه رابطه و پیوندی بسیار صمیمانه و دوستانه داشت و دوستای دیپلماتش همیشه با آموختن زبان انگلیسی و زبانهای خارجی توصیه میکرد. با تبسم همیشه میگفت که دیپلماتی که زبان کشور محل کارش و یا یکی از زبانهای مهم دنیا را بلد نباشه، مانند سرباز بدون اسلحه در سنگر است. همی اساس بود که شهادت جوانا را شوکه کرد و ما شما شاهد بودیم که هفته ها و ماه ها در دانشگاه های مختلف افغانستان، در بخش های ولایت مختلف افغانستان، جوانا با برپای خیمه تحسن خوان پیگیری شهادتش بودن. و موضوع دیگری که دایی گفتم برنامه ها داشت، یکی از برنامه هاش یک تاسیس دانشگاه خصوصی بود که کاراش خیلی پیش برده بود. گفته بود در یکی از ولایات شمال یا شمال شرق او را تاسیس میکنه و تصمیمش همی بود که جوانای نخبه و دانایی به اصطلاح مشکل اقتصادی دارن، در کانکور این چیزا کامیاب نمیشن، بیان در اونجا درس بخوانن و با امبی کشور باید ما یک نسلی را تربیه بکنیم. دیگر مجید سیب عزیز، خاطرات زیادی از جنرال سیب دهی باره دارم. یک روز برم گفت که آقای فرخاری یک در حل اختلاف یک خواهر برادر جوان میانجیگری نمی کنی. گفتم چی از؟ گفت یک دختر و بچه جوان است که در یک کلاس دانشگاه درس خواندن و نامزاد شدن، دو سال از نامزادی چون تیر شده، حالی به هر علتی که است اختلاف بینشان ایجاد شده. گفتم درست است. با جنرال سپه شهید ما و چند تا از موی سفیدا و علما و دیگر گرفت رفتیم خانه ایم و دختر، پدر دختر بسیار مهربانی استقبال مان کرد و جنرال سپه شهید موضوع بسیار با یک حالت با حیایی و با ادب در فضای دوستانه مطرح کرد، بسیار تلاش کرد که راه حل پیدا بکنه. باز وقتی که از خانه می برآمدیم به صاحب خانه گفت که برادر، یا نمیفهم بچی خطابش کرد، سنشم بالاتر بر خدا نخواسته، گفت فکر نکنی که ما به خاطر تهدید یا کدام چیز دیگه آمدیم اینجا، فقط آمده بودیم که اگر خدا بخواه اختلافی که میان یک خواهر یک برادر یا دو جوان تحصیل کرده ای ما ایجاد شده، در صورت امکان برطرف شه و زندگی از اینا ادامه بکنه. و یک خاطری دیگه که روز جنرال سیب از مسکو آمده بود، ما عادت داشتیم که از سفر میامد باز میرفتیم دیدنشان و طبق معمول ما رفتم به دیدارشان. وقتی که صحبت کردیم گفت طرف ما که
آقای فرخاری دانشجویا و معسلین در مسکو سخت مشکلات داشتند. جیب خرج چند ماهیشان پرداخت نشده و پول نداشتن. ما درخواستشان به عنوان مقام وزارت خارجه آوردم امرایم، با مهین سیبیداری تانم صحبت کردیم، خودتی درخواست بگی و کوشش که موضوعات تا آخر پیگیری بکنی که اون بیچاره مشکلات دارن. فردای امروز باز برم زنگ زد و پرسید که مشکل حل شد. وقتی گفتم بله مهین سیب انشالله مهین سیب اجرا میشه، باز تاکید کرد که تا پایان تعقیب کنی که معسلین منتظر هستن و باورشان وعده دادم. یعنی بسیار کسی جلال سیب یک کسی بود که در هر جایی که میرفت تو مشخص نبود که به اصلاح به یک کاری بروه. امیال یادم آمد که خانم منیجه باختری سفیر بود در چیز در اسلو، گفت یک روز در دفتر ششته بودیم که یک همکار من آمد، نگاه میکنم که جنرال صاحب داود است همراهش، خنده کده است، هیچ دیگه نه سلام نه زنگ زده نه دیگه، به یک کنفرانسی به اسلو آمده بوده به یک روز، یک روزه کنفرانس یک روزه، در همون یک روز هم در کنفرانس اشتراک میکنن، نماز جمعه به مسجد افغانا میخوانن، معسلین افغانی رو در دانشگاه اسلو میره میبینه و سفارت هم رفته خبر میگیره. این ای از به اصلاح توانایی ها بگیم یا از عشق علاقه یک کس است که به اصلاح جنرال سیب داود در این بخش نمونه بودن. بله. جناب فرخاری صاحب، آرام آرام به پایان این صحبت ها میرسیم. در پایان میخواییم که از شما بپرسیم که از واقع شهادت جنرال صاحب داود چگونه با خبر شدین و وقت این خبر به شما رسید و آگاه شدین چه حسی داشته؟ ما سوالی که جنرال سه به طرف شمال رفتن در وظیفه جدیدشان، از همون زمان یک حس عجیبی داشتم، ترسمی بود که جنرال سه ترور میکنن. و بعد آمدم به ماموریتم به چیز به ناروی، جنرال سیب روی هر علتی که بود زیاد مرا احترام میکردن، خودم هم حیران میموندم. باز وقتی که خداحافظی کردم امرایشان در خانه، یک جیلک وطنی رو، چپن وطنی رو برای ما آوردن و گفتن در دیگان محافل باز بپوش، باز یک کلا رو ما آوردن، دیگه خداحافظی کردیم. و در زمان شهادت جنرال سیب شهید ما کارمند سفارت افغانستان در ناروی بودم و خودشان هم تماس می گرفتن، من هم تماس می گرفتم. اما آخرین تماسم چند روز قبل از شهادتشان بود که از شماره سکرتری آورشان انجینر سبیدی صحبت کردن که در مسیر تخار قندز بودن و پرسانشان کردم که کجا می روین. گفتم با اشاره به مشکلی که در تخار ایجاد شده بود و بمباردی که نیروهای خارجی کرده بود و یک چند تن تعداد از هموطنهای ملکی ما شهید شده بود و باز در ادامه تظاهرات، و همون تظاهرات هم باعث شد که بالاخره شهادت زمینه سازی شهادت جنرال سیب شهید ایجاد زمینه سازی برای شهادت جنرال سیب شهید شد. گفت ما میریم که مشکلات از تخار و حل و فصل امور بکنیم و رسیدگی بکنیم که مشکلات اختلافات بین قومیت های محترم منطقه ایجاد نشه. ما برشان گفتم که بهتر است که نروین، از مزار موضوع به کمک علما و بزرگا از اونجا حل و فصل کنین، بودن خود شما اونجا به نظر من مناسب نیست. خب به هر حال باز مستدلال خود داشتند جنرال سیب شهید. یک روز قبل از شهادتشان خواب دیدم که در یک باغ در فرخار هستیم با یک تعداد دوستان شیشتیم، یک آدمی بد شکل بد هیکل در جال صفت می آید، نیال سبز است که در باغ که ما شیشتیم او را از باغ میکنه و همه که کسایی که هستن تلاش میکنن که ممانعتش بکنن نمیتونن. باز ما با عصبانیت میپرسم که باغ و درخت از کیسته؟ کسی میگه که از جنرال سیب داود است. از خواب که بیدار شدم یا بلند شدم ترسی من زیادتر شد و خواب من به کسی از ترس نگفتم که تعبیری بد نکنه و نگران شدم. با وجود یزورم گفتم خب شب زنگ میزنم امرایشان با صحبت میکنم که حال مصروف نباشن. در همین وقت بود که یکی از دوستای جنرال سیب داود، دوستای مشترک ما به نام خواجه سیب سعیدی از جبل سراج هستند، در ناروی زندگی میکردن. اونا زنگ زدن و با صدای تو خسته و گرفته گفتن که خبرها را شنیدی فرخاری سیب؟ میگن که در تخار عمله انتحاری شده و داود جان هم در محل حادثه بوده. او میگفت بلی از خدا زود امراش گپ بزن و مرا مطمئن بساز که ما بسار وزم خراب است.
همه بود که به شمارهشان زنگ زدم جواب ندادن، به همکاران و دوستا و نزدیکام که زنگ می زدم هیچ کس جواب نمی داد و خودم نمی تونستم که چی کنم. به اختیار عشق می ریختم و گریان می کردم. خلاص که دیگه حالت بچیم فرزندم یاسر صدا زد که پدر جان کاکا داود شهید نشده، زخمی است. این سایت بی بی سی نوشته کرده، خورت دیدم. تلاش میکردم که از طالقان خبر به دست بیارم، کسی جواب نمیداد. که در آخر یکی از خویشاوندهای ما که در ولایت کار میکرد جواب داد و درست حرف زدن نمیتانست و با صدای گرفته و اشکالات گفت که گفت که تبهکاران جوان عزیز داود جان ما رسما گرفتن. ببخشید جناب فرخ صاحب که ما باعث شدم برای یادآوری و لحظه بسیار دردانگیز و وهم آلودی که پیش آمد، ما پوزش میخوایم از جناب حضرت شاه فرخاری دیپلمات پیشین وزارت خارجه افغانستان، از دوستان و یاران نزدیک شهید جنرال داود بسیار تشکر از اینکه فرصت گذاشتین بر ما. ما هم ضمن پاسداری از خاطرات شهید جنرال داود شهید جنرال شاجهان و نوری که در هفتم جوزا به شهادت رسیدن و از اونها به عنوان شهدای هفتم جوزا یاد میشن، ضمن پاسداری از خاطرات اونها از شما هم صمیمانه تشکر میکنم که با حوصله‌مندی حاضر شدین و صحبت کردین. تشکر از شما مجیدی صاحب عزیز. ما از شما تشکر میکنم از این برنامه‌ای که گرفتین، یادآوری از شخصیت های جهاد و مقاومت، خواستن از شهدای هفتم جوزا جنرال محمد داود شهید، جنرال مولانا شاجهان نوری شهید و همراهانشان، دیگه به همه شهدای جهاد و مقاومت، شهدای دفاع از کشورمان و از مردممان درود میفرستم و جایشان را بیشتر بر این آرزو میکنم و مردم و کشورمان یک آینده خوب، یک سرنوشتی درست آرزو میکنم و ای پیش خداوند آسان است. انشاءالله ناامید نمی باشیم.